آمار مرگ و میر کرونا در آلمان از 50,000 نفر گذشت. تعداد فوت شدگان بر اثر بیماری کووید 19 در آلمان از مرز 50,000 نفر گذشت. آمار ابتلای جدید در 24 ساعت گذشته نیز بیش از 17,000 نفر رسیده است. در آلمان از آغاز شیوع ویروس کرونا تا کنون 50,624 نفر جانشان را در اثر بیماری کووید 19 و یا در ارتباط با این ویروس از دست دادند. مؤسسه روبرت کوخ روز جمعه 22 جنوری رقم فوت شدگان در اثر بیماری کووید 19 در 24 ساعت گذشته را 859 نفر اعلام کرد. مبتلایان جدید به ویروس سارس کودو در این مدت نیز 17,862 نفر بودند. شاخص ابتلای جدید به ازای هر 100 هزار نفر در 7 روز نیز به 115.3 رسیده که همچنان با هدف تعیین شده دولت که رقم 50 است بسیار فاصله دارد. تا کنون بالاترین میزان این شاخص 197.6 و کوتاه مدتی پیش از ایام کریسمس بوده است. این رقم البته میانگین ابتلای جدید به ازای هر 100 هزار نفر در 7 روز در کل آلمان است. ایالت‌های مختلف ارقام بسیار متفاوتی دارند. مثلا این رقم در تورینگن 218.4، در براندنبورگ 194.4 است. به دلیل پایین نرفتن تعداد مبتلایان جدید به ویروس کرونا، صدر اعظم و سران ایالتی طی نشستی در سه شنبه گذشته تصمیم گرفتند تعطیلی‌ها را تا 14 فوریه تمدید و برخی مقررات را تشدید کنند. این در حالی است که واکسیناسیون علیه کرونا از اواخر ماه دسامبر آغاز شده و افراد بالای 80 سال و کادر پزشکی و درمانی همچنان در حال واکسینه شدن هستند. اما درباره پیامدهای عملی واکسیناسیون نیز بحث در دولت آلمان زیاد است. به عنوان مثال هایکو ماس وزیر خارجه پیشنهاد کرده بود کسانی که واکسینه می‌شوند زودتر از دیگران اجازه داشته باشند به سینما و رستوران بروند. این پیشنهاد با مخالفت‌های زیادی روبرو شد. از جمله مرکل در این باره گفت: ما هنوز نمی‌دانیم که کسانی که واکسینه شدند می‌توانند ناقل بیماری باشند یا نه. تا زمانی که این موضوع مشخص نشده، امتیاز دادن به افراد واکسینه شده اصلاً مطرح نیست. وزیر کشور و وزیر بهداشت نیز اظهارات مشابهی داشتند. هر دو بر این نظرند که رفتار غیر یکسان یا کسانی که واکسینه شده و کسانی که نشدند، یک پاشگی جامعه را به خطر می‌اندازد.